خانم آپیک، شما همواره به عنوان یک هنرمند متعهد و منتقد شناخته شدید. قبل از انقلاب هم توی کارهای اعتراضی مثل اختاپوس بازی می کردید. چی شد که همون اول انقلاب به این نتیجه برسین که نمیشه توی جمهوری اسلامی کار کرد و کار انتقادی کرد یا به اصلاح این حکومت امید داشت؟ چی دیدین توی اون روزها که تصمیم گرفتید اصلا کار نکنید توی جمهوری اسلامی؟ من سالیان سال در برنامه های تلویزیونی بودم از نوجوانی، یعنی میشه گفت که از 12-13 سالگی من کار تلویزیونی رو آغاز کردم و به عنوان یک نوجوان تینیجر در برنامه های متفاوت مثل امیر از سالن نامدار که یک سریالی بود که مادرم خانم آپیک یوسفیان که یکی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر و سینما هستن، ایشون همکاری داشتن با آقای پرویز صیاد و آقای کاردان. من در اون شو آغاز کردم و بعد از اون هم برنامه یه سریال اختاپوس بود به مدت 3 سال یا شاید بیشتر که هر هفته ما برنامه های کمدی انتقادی داشتیم در اونجا. و بعد کریر سینمایی من با فیلم داشاکل شروع شد با آقای کیمیایی که نقش مرجان رو من کار کردم برای اولین بار در تصویر سینما و با آقای بهروز وثوقی، و بعد ادامه پیدا کرد کارهای سینمایی من، تلویزیونی من، همزمان که من مدرسه می رفتم. بنابراین من نوجوانی بودم که با یه گروه فوق‌العاده از بازیگرها و اشخاصی که تو این کار حرفه‌ای بودن همکاری داشتم در زمانی که خودم روی صحنه باله بودم و عضو باله ملی ایران، چون درسی که من می خوندم در هنرسنالی موسیقی بود در رشته پیانو، باله و ادبیات فارسی. بنابراین صحنه جای آشنایی بود برای من و من توی پشت صحنه به خاطر مادر بزرگ شدم با دیدن ایشون روی صحنه تئاترهای متفاوت که اون دوره تئاتر بود قبل از تلویزیون، با آقایون جعفری، اسکویال، خانم لورتا و غیره، تئاتر کسرا، جامعه بربد که تاریخش خیلی زیاده و همچنان من نسل دوم هستم توی خانواده امسر یک بازیگر. اتفاقی که افتاد این بود که آخرین فیلم من، فیلم بنبست، راه پیدا کرد به فستیوال بین‌المللی مسکو در سال 1977 و این درست 1.5 سال قبل از انقلاب ایران بود. آخرین کار سینمایی من بود، در صورتی که من کار تلویزیونی رو همچنان داشتم ادامه میدادم. و وقتی ما به مسکو رفتیم فیلم بنبست و این فیلم نمایش داده شد، من جایزه بهترین بازیگر زن فستیوال فیلم مسکو رو گرفتم برای یه فیلم بنبست و این اتفاق بود که برای اولین بار بود در تاریخ سینمای ایران می افتاد. یعنی برای زنان یک قدم بسیار مهمی بود و برای بازیگران سینمای زن و برای سینمای ایران خیلی افتخار بزرگی بود. خب انتظار من این بود که ادامه کار من می بود و من تازه داشتم پخته می شدم تو کارهام و توی افکارم به عنوان یه زن جوان در ایران و قراردادهای متفاوت بود برای کارهای متفاوت که باید انجام میدادم. و خب مسلما اگر این انقلاب کذایی به وجود نمی آمد، امروز کریر من یک کریر متفاوتی بود و رشته کارهای من کارهای متفاوتی بود. منتها من بعد از فستیوال مسکو رفتم به آمریکا برای یه دوره کوتاه برای چند ماه و در این دوره بود که مادر به من زنگ زدم و گفتم مثل این که شهر شلوغ شده و یه اتفاقاتی افتاده که بهتر تو فعلا بر نگردی. بنابراین موندن من در آمریکا، من یک دوره هم برگشتم به ایران که اون موقع دیگه حکومت نظامی شده بود و درست ماهای قبل از انقلاب بود که اصلا شهر تپش متفاوتی داشت و من برگشتم آمریکا و دیگه موندم اینجا. بنابراین من هیچ نوع تصمیم قاطعی که بخوام از ایران بگیرم و در اون دوره، چون واقعا تا لحظات آخر انقلاب مردم ایران نمیدونستن داره چه اتفاقی میفته، چرا که ما یک حکومت پادشاهی خیلی محکم و استواری داشتیم و واقعا واقفم نبودیم از شرایط دنیا و اتفاقاتی که میفته و به تاثیر مسئله نفت در ایران در اون دوره و قیمت نفت رو که برده بودن بالا
و تمام مسائلی که توی در خاورمیانه بود و همچنین در دنیا بود، واقعا ما مطلع نبودیم اکثریت مردم. و من اتفاقی بودش که خارج از ایران بودم و در همون دوره انقلاب ایران شد و واقعا دیگه جای برگشت برای من نبود به خیلی از دلایل. یعنی واقعا نصف مردم ایران که باشن، زنان ایران، رفتن زیر چادر سیاه از نقطه نظر حقوق قانونیشون، از نقطه نظر لباس پوشیدنشون و تمام یک حکومت اسلامی که من کاملا مخالف هر نوع حکومت دینی بودم و به خصوص حکومت اسلامی. یه شوک بزرگ بود برای خیلی ها، برای اکثریت مردم ایران. فقط یک عده‌ای بودن که شورش کردن و با پشتیبانی از دولت آمریکا و انگلیس و روسیه یا هر کسی که پشتش بود، این بلا رو به سر ما ایرانیان داخل کشور و مردممون آوردن. هنرمندای زیادی بعد از انقلاب خارج شدن از ایران و گرچه فعالیتشون تو خارج از کشور ادامه دادن مثل خود شما، اما خب فعالیتشون محدودتر شد و به نوعی کارنامه کاریشون تغییر کرد. اگه انقلاب نمیشد، شما چه آینده شغلی برای خودتون میدیدید توی هنر، در سینما، در تئاتر، در باله و در حالا موارد دیگه، شغلهای دیگه که وجود داشت توی حوزه هنری که داشتیم؟ خب مسلما کارهای خیلی بیشتر انصار بازیگری، و من همیشه علاقه داشتم بسیار به کارگردانی و در رشته کارگردانی هم در انگلیس تحصیل کردم بعدم و در آمریکا برای تئاتر. کارگردانی علاقه دوم من هست که من واقعا بسیار بهش علاقمندم، برای به وجود آوردن، چرا که من تمرینام و زندگیم از بال شروع شده. من معتقد هستم که شما از نظر موسیقی و رقص اگر تربیتی داشته باشید، میتونید کارگردان بهتری باشید، بازیگر بهتری باشید. و اکثرا توی دانشگاه های دنیا موسیقی، رقص، آواز جزء ریتم تربیت بازیگران هست. بنابراین 100% در دوره اولیه بعد از انقلاب، که البته اگه انقلابی نمی بود، بعد از ادامه بنبست در کارهای بسیاری به عنوان بازیگر شخصیت اول زن می بودم و همچنین، یعنی فکر میکنم، و بعد 100% کارگردانی رو در پیش میگرفتم و تهیه کنم دیگه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، من خیلی جوان بودم وقتی این اتفاق افتاد، بنابراین تازه قنچه بود که داشت باز میشد، که البته قطعش کردم. و ولی خب امید من این بود که با تمام قوا و با تمام احساسات هنری خودم بتونم که موفق باشم و بتونم کمک بکنم و بعدش هم در آخر خط تدریس بکنم و یا با جوانان ایران کمکشون بکنم به هر شکلی که میتونم در زمینه هنر تئاتر و سینما و تلویزیون. الان توی سینمای ایران داره خیلی اتفاقای اعتراضی زیادی میفته. هنرمندهای زیادی حالا بعد از 4 دهه تصمیم گرفتن که کار نکنن یا در خارج از ایران به کارشون ادامه بدن و آشکارا حالا یه عده زیادی با جمهوری اسلامی مخالفت کردن. بالاخره جشنواره جهانی هم این صدای اعتراضات رو گوش کردن و تحریم کردن سینمای جمهوری اسلامی رو. به نظر شما این روند از کجا میاد؟ از کجا شروع شده و چطور اتفاق افتاده و آیندهش رو چطور میبینین؟ میشه به نظرتون به این موج اعتراضی سینما امید داشت؟ امید داشت از چه نقطه نظر؟ که سینمای بهتری داشته باشیم یا مملکت آزادی داشته باشیم؟ در هر دو، اینکه یه سینمای متفاوتی رو بتونیم به جهان نشون بدیم، تصویری که سالها جمهوری اسلامی داشت، حالا با اون سینمایی که ارائه میکرد، توی فیلم ارائه میکرد به جشنواره، خب داشت تصویر مثبتتری از جمهوری اسلامی و اتفاقات داخل کشور نشون میداد به مردم جهان، و خب الان تقریبا میشه گفت این در براشون بسته شده که بخوان سفیدشویی کنن چیزی رو. و از طرف دیگه اینکه به هر حال اگر که این صدا ادامه داشته باشه، نمیدونم، همین سوال من اینه که به نظر شما تأثیری خواهد داشت از نظر سیاسی بر آینده جمهوری اسلامی؟ والا من گمان نمی کنم از سر سیاسی تاثیر خاصی رو داشته باشه، نگرش که الان امروز من دارم خدمتتون میگم. حتی با اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد و متاسفانه ما جوانای خودمون از دست دادیم در ایران،
و مادرامون عزادار شدن و خانواده ها به موقعیتی که الان هستن متاسفانه رسیدند. سینما میتونه تأثیر داشته باشه، ولی تأثیر یک حکومتی که از طرف حکومت‌های بسیار قوی دنیا داره پشتیبانی میشه، من مطمئن نیستم که بتونه تأثیر خاصی رو بذاره. روی افکار مردم میتونه تأثیر بگذاره. در این 44 سال در غربت من کوشش خودم رو کردم به هر شکلی، از طریق فیلم های مثل فرستاده، با همکاری با آقای پرویز صیاد، فیلم های مثل سرحد که در تیرگان به نمایش گذاشته شد، در نمایشنامه‌ای که خودم نوشتم به عنوان زیر عنوان در پوشش حجاب، در فیلم گربه که یک انیمیشن اخیر من هست که جوایز بسیاری گرفته، در فستیوال بین المللی، من سعی کردم که همیشه همیشه صدایی باشم برای ایران در خارج از کشور. البته خیلی هم این حرف دارن که شما خارج بودید و راحت بودید، نمیدونم خیالتون راحت نشستید اونجا در یک دنیای آزاد، که واقعا بسیار مشکل بود که در این دنیای آزاد خودتون رو تثبیت بکنید، به جایی برسونید و در دنیایی که هنر مخارج بسیار زیادی داره، چه روی صحنه تئاتر، چه در تصویر سینما و غیره، به کارتون ادامه بدید. چون ما بازیگر هستیم، ما سازنده فیلم و تلویزیون هستیم و ما خواننده نیستیم که برای خوانندگی، با کاملا احترامی که بهشون دارم، که مردم رو بتونند باهاشون باشند، متفاوته. کار یک هنرمند یا کسی که در سینما و تئاتر و تلویزیون هست متفاوته، کار یک بازیگر متفاوته، به خصوص که ما با زبان فارسی کارمون رو آغاز کردیم. یعنی الان هر جای دنیا که باشیم، چه در فرانسه باشیم، چه در آمریکا باشیم، چه در آلمان باشیم، با زبانهای مختلف باید کار بکنیم که همه لهجه داریم، اصلا به طور کل خارجی هستیم و بایستی با دیوارهای متفاوتی روبرو بشیم که این دیوار شکنی رو باز بکنیم. بنابراین ما موقعیت ساده ای نداشتیم اینجا. بودجه نبود، سرمایه نبود برای فیلم سازی. اکثرا هموطنان ما میخواستن سرمایهشون در زمین نمیدونم ساختمون سازی و اینجور چیزا بگذارن. بنابراین در شرایط بسیار مینیمال میشه گفت ما کار کردیم خارج از کشور، ولی حداقل خود من یا اشخاص مثل آقای صیاد همیشه سعی کردیم که صدایی باشیم برای مردممون و شرایط اجتماعی مردم ایران و حقوق قانونیشون همیشه صحبت شده در کارهای ما. ولی از سر کسانی که در ایران تصمیم گرفتن بمونن یا چاره ای نداشتن و موندند، خب یک عده به طور کل ترک سینما کردن یا مجبورشون کردن که ترک سینما بکنن، بنابراین اونها رو که دیگه زبانی نداشتن در این زمینه، و اونهایی هم که باهاشون همکاری کردند، این همکاری رو میدونید همینطور لنگان لنگان انجام دادن، برای اینکه نمیخواستن که امضاشون رو لابد بگذارن در روی کارهایی که حکومت جمهوری اسلامی داره اینها رو ازشون به قول شما سفید شویی میکنه در فیلماشون، در فستیوال های متفاوت. در یه دوره هم که واقعا موقعیت ما موقعیتی بود که ما واقعا میگفتیم چرا دارن همکاری میکنن، چرا خارج نمیشن از ایران، چرا دارن یک همچین سیستمی رو باهاش را میرن و کارهای متفاوت. از یه طرف دیگه میگفتیم خب به هر حال فیلم سازه میخواد فیلمش رو بسازه، از یه طرف دیگه صحبت این بود که چرا با این جمهوری، این جمهوری که این همه جوان رو کشته، این همه جمهوری که یک جمهوری قاتل در اصل هست عنوانش در دنیا. ولی خب در کل مطلب وقتی که نگاه میکنید، الان میدونم که شرایطی شده که فیلمسازان ایران در ایران فیلماشون شاید قبول نشه در فستیوال های جهانی، و اینم بایستی در نظر داشته باشید. فیلمسازهایی که فیلماشون رو در ایران میساختن و میفرستادن به فستیوال های متفاوت و اسکار و غیره، اینها یک شهره‌ای به مردم دنیا میدادن که خب دولت جمهوری اسلامی اینقدر بدم نیست که اینو دارن میگن، به خاطر اینکه ببینید این فیلم ساز میتونه این فیلمو بسازه، حرفاشو تقریبا بزنه، و این چهره بود، یعنی این یک ریاکاری بود از طرف خود دولت که بخواد این چهره رو به وجود بیارن. ولی من فکر میکنم بعد از قتل مهسا امینی یه شکل متفاوتی گرفته الان و مردم بیشتر واقف هستند مسائل ایران رو، و همه هم در سکوت نشستن دول مختلف، و چرا؟ برای اینکه نفعی دارن که این دولت باقی بمونه.
من نمیدونم چه اظهار عقیده‌ای رو میتونم بکنم در مورد فیلمسازای ایران امروز یا در این 40 سال گذشته. اگر بخوام خیلی بیطرفانه بگم، من از ایران خارج شدم، من نمیخواستم با این دولت همکاری بکنم، من نمیخواستم پوششی روی سرم بذارم، فیلمهایی رو کار بکنم که مخالفش بودم. بنابراین این تصمیم گرفتم که سختی بکشم، خارج از ایران باشم، کاری رو که معتقد هستم بهشون انجام بدم با دوستانی که اینجا بودن، و به همین شکل پرچم شیر و خورشید ایرانمون رو پیش ببرم و صدای مردم ایران رو تا اونجا که میتونم از طریق تئاتر و تلویزیون و سینما به خصوص این صدا رو به گوش مردم جهان برسونم. شاید اینا قدم های کوچکی بوده، ولی به نوع خودش قدم هایی بوده و هیچ نوع اتفاق خاصی هم در این مطلب نیفتاده، فقط واقف کردن مردم دنیاست. مثل نمایشنامه در پوشش حجاب من که در کندی سنتر و لینکن سنتر و خیلی از مراکز بسیار مهم تئاتری گذاشته شد، این واقف کردن مردم بود، مردم دنیا، و به زبان انگلیسی هم بود که بدونن که در ایران چه اتفاقاتی میفته، در خاورمیانه چه اتفاق میفته، و خصوصا در زمین زنان ایران که چه کشیدن در عرض این 40 و بیشتر سال که در ایران زندگی کردن از روی ناچاری. به هر حال من فکر میکنم که هنرمندا هر کدوم، به خصوص که الان بیشتر هنرمندان واقف هستن، دوره هم هستن و سعی میکنن که قدم هایی رو بگذارن که صدا رسانی بکنن، و این بسیار مهمه، حالا چه در اروپا چه در آمریکا.